هی hey, چطوری من علیه جوینده هستم خوش اومدیم به کانال خودتون توی این ویدیو قرار ما گیمبال ویبیل اس تو رو با هم بالانس کنیم و راش بندازیم بزن بریم بالانس کردن همه گیمبال تقریبا مثل همه فقط ممکنه توی یک سری از مدل و ورژن ها تفاوتایی داشته باشه اما در حالت کلی همشون سه محور اصلی به اسم پن آ، رول و تیلت دارن که ما هر سه این محورها رو تک تک با هم بالانس میکنیم خب بچه اولین اولی مرحله ای که شما باید توی راه اندازی گیمبالتون انجام بدین بس کردن صفحه رهاسازی به دوربینتون هستش خب که این با آچاری که توی کیف گیمبال براتون گذاشتن من از قبل این کار رو انجام دادم فقط دقت کنین که این قسمتی که پیچای موتور فالوفوکوس اونجا نصب میشه قسمت جای لنز باشه یعنی جلوی دوربین باشه و این فلشی که اینجا هست قسمت عقب صفحه رهاسازی هستش و اینکه بتونیم دوربینمون اون راحت تر به گیمبالمون وصل کنیم از طریق پینایی که کنار هر محور هستش اون محور رو قفلش میکنیم و دوربینمون رو به گیمبال وصلش بچه این صدا خیلی مهمه این صدا نشون میده که دوربینمون به گیمبال وصل شده و وقتی که اگه حواسمون نه باشه و محور تیلتمون رو به پایین بره دوربین دیگه از گیمبال جدا نشه و بهش آسیبی نرسه پس مطمئن باشین که این صدا رو وقتی دوربین رو به گیمبال وصل میکنیم میشنم خب اولین محوری که میخوایم با هم بالانسش کنیم محور تیلته برای اینکه بتونیم محور تیلت رو بالانس کنیم باید اول دو تا کار انجام بدیم و توی بالانس کردن به این دقت کنیم که دوربین رو توی هر زاویه ای قرار بدیم باید توی اون زاویه واسطه و بالا پایین یا چپ و راست نشه و سعی کنید دوربین مرکز بال باشه الان بهتون میگم چجوری خب اگه ما محور تیلت رو آزاد کنیم میبینیم که دوربین به سمت پایین میره یا به سمت رو به جلو یا به سمت عقب میره برای اینکه اولین مرحله شما پینی که قسمت کناری صفحه رهاسازی هستش رو باز میکنین و خب خیلی آروم دوربین رو به سمت جلو و عقب میبرین خیلی حرکات نرم و ریزی انجام بدین و با دو دستتون این کار رو انجام بدین خیلی کمک میکنه که راحت تر به اون نقطه ای که میخوایم برسیم خب من اگه فکر میکنم همین جاست. جا خب الان نگاه کنین من به دوربین دست نمیزنم ولی خب دوربین سر جای خودش واسده یعنی الان یکی از محورامون بالانس خب قسمت دوم بالانس کردن محور تیلت یه پینی اینجا هستش که ما الان چون من از قبل اینو بالانس کرده بودم دوربین وامیسه ولی خب من اگه اینو به هم بزنم خب وقتی ما دوربین رو به این حالت نگه میداریم دوربین باید توی همین حالت بمونه و الان نگاه کنیم به سمت عقب اگه ما اینو یکم جا به جاش کنی یکم دیگه یکم خب میبینی که سر دو دوربین سر جای خودش واسه خب الان این قسمتمون هم اوکی شد و محور تیلتمون بالانس شد خب دوربین یکم به سمت عقب میره دوباره از این قسمت ما خب درست شد خب الان محور تیلتمون بالانس شد محور بعدی که میخوایم با هم بالانس کردنش رو یاد بگیریم محور رول هستش ما پین رول رو باز میکنیم خب میبینیم که دوربین به سمت چپ یا راست میره دقت کنیم وقتی که این بالتون بالانسه که دوربین تو هر زاویه ای که شما قرارش میدین واسه و یا دوربین وسط باشه این نشون میده که محورتون بالانس خب برای اینکه بتونیم ما رولو بالانس کنیم یه پینی پشت دوربین هستش جای صفحه رهاسازی ما اون پین رو بازش میکنیم و دوربین رو به سمت چپ یا راست میبریم خب الان برای اینکه بتونیم ما محور رولمون رو بالانس کنیم دوربین رو من به سمت راست خودم میبرم این کم دیگه خب الان میبینیم که دوربین سر جای خودش فاستاد و فکر میکنم دیگه محور رولمون بالانس باشه امیدوارم خب محور رولمون هم بالانس شد آخرین محوری که خیلیا فراموشش میکنن یا ازش میگذرن یا فکر میکنن که نیاز به بالانس کردن نداره محور پنمون هستش میخوایم باور کنین یا نه پن یکی از مهمترین محور است خب ما دکمه قفل پن رو باز میکنیم برای بالانس کردن پن وقتی شما گیمبالتون رو به سمت چپ یا راست خمش میکنین دوربین باید سر جای خودش واس و بذاریم من اینو جابجاش کنم خب الان میبینیم که دوربین کلا دور خورد من شروع میکنم به بالانس کردن محور پن نه آها میبینین که دوربین سر جای خودش واسات فکر میکنم خیلی نزدیک شدیم خودش میبینید که اگه من دوربین رو به این سمت یا این سمت خمش کنم دوربین سر جای خودش وامیسته و گیمبال بالانس بالانس کردن گیمبالمون به پایان رسید خب مرحله بعدی وصل کردن کابل به گیمبال هستش اول کابلمون رو وصلش میکنیم به این صورت و دوربینمون رو روشنش میکنم مطمئن باشین که همه محور رو از قفل حالت قفل خارج کرد با نگه داشتن دکمه پاور گیمبالمون روشن میشه بعد از اینکه کابل رو به گیمبال وصل کردیم و دوربین رو گیمبال رو روشن کردیم اولین کاری که میکنید این قسمت اتو کالیبریشن گیمبالمون رو کالیبره میکنیم این صدا و لرزشی که گیمبال انجام میده کاملا طبیعی بچه اصلا نگران نباشید وقتی شما کالیبره میکنین گیمبال وزن دوربین رو تشخیص میده و قدرت موتورا رو بر اساس وزن دوربینتون تنظیم میکنه خب این خیلی خوبه وقتی شما مثلا از دوربین های میرولس که وزن کمتری دارن روی گیمبالتون استفاده میکنین دیگه نیازی ندارین از آخرین قدرت موتوراتون استفاده کنین این هم باعث میشه که بازشی کمتر مصرف شه و هم طول عمر موتوراتون بالاتر بره بعد از اینکه گیمبال رو کالیبره کردیم از قسمت بالانس چک چک میکنیم که ببینیم محورامون بالانس هستن یا نه اگه بالانس نباشند یه بار استرس به سمت چپ یا راست میره که نشون میده که روی اون موتورامون استرس هستش و درست بالانس نشدن این هم از این مرسی که تا اینجا همراه ما بودین برای دیدن ویدیوهایی که قرار در آینده آپلود شه میتونین کانال منو سابسکرایب کنین و خب اون زنگوله هم بزنین که ویدیوها براتون ناتیفیکیشنش بیاد توی ویدیو بعدی منتظرتونم